دوستانی عزیز ما همه روزا در برای فوتبال اروپایی معلومات میدیم ولی دومی چند روز اخیر در فوتبال توجی حدیث های رخ دادند که بویسی توجه میبوشند و نباید شما از این معلومات ها بخبر مونید منتخب ما رو در دور انتخابی جام آسیا 2023 چی انتظار است چرا یک بار 13 فوتبال بازی توجیک به روسیه گریختند اویدین و دیگر خبرهای مهم از فوتبال وطنی در برنامه امروز معلومات پیدا خواهید کرد ولی پیش از سر کردن میخوام دانش فوتبالی شما رو بسنجم در کامنتر نویسید که این خط حمایه کدام منتخب است و سوال گذشته ما اولی شده سیروژدین جواب درست داد پس از تنفس با بازی‌های منتخب اینک فوتبال دستوی برمیگردد 16 اکتبر امیوزی دی لستر رقابت میکند انا در فرانسه باشد ما هنرنمای یک جای مسی و راموس رو در میدان خواهیم دید رقابت ها خیلی جالبند و برای شوق‌ورتر کردن تماشایان ها میتوانید از یک ایکس استفاده نمایید اونجا به همه بازی‌ها کوفیسیانت های بلند پیشنهاد مینمایند و همچنین به آنهایی که اولین بار رگیستراسیه میکنند با پروموکد میدان تا 100 دلار بونوس میدهند سلکای بازی در کامنتاریا موی فوریه سال آینده یعنی بعد 4 ماه رقابت‌های انتخابی برای رای یافتن به جام آسیا 2023 آغاز می‌گردند. رای یافتن به این مسابقه به تاجیکستان خیلی ضرور است زیرا از آسیا میونه تنها منتخب ما تا حال در جام آسیا بازی نکرده است. ازبکستان همیشه اشتراک می‌کند. ترکمنستان اشتراک کرده بود. آن در مسابقه گذشته باشد خیرزاد و دوری یکشنهای رای یافتند. کنفدراسیون فوتبال آسیا منتخب‌ها را از روی رتینگ‌هایشان به 4 سبد جدا کرد و تیم ملی ما شامل سبدی بگردید. اینجا هم تایلند، فیلیپین، کویت، ترکمنستان و میانما جای گرفتند. این معنی را دارد که این منتخب ها نمیتوانند در یک گروه با فوتبال بازان ما رقابت کنند. در عموم 24 منتخب در 4 سبد که آنها به 6 گروه جدا کرده می شوند. از 6 گروه همه منتخب های جای های اول و همچنین 5 منتخب بهترین جای های دیوم به جام آسیا راه می یابند. ژریبیوف که ماه آینده یا اینکه ماه دکبر برگزار می گردد. آن بازی ها باشند طبق معلومات افیکا الکا از 1 فوریه آغاز می شوند. امکانات منتخب برای رای یافتن به جام آسیا در حقیقت بسیار است امید میبندیم که در یک گروه با ازبکستان و اردو قرار نگیریم زیرا آنها رقیبان پرقوت میباشند کار در حقیقت جدی است ولی تا حال فدراسیون فوتبال برای منتخب ترینر نام نیافته است الکه 4 ماه میشود فوتبال بازان بروبر میباشند البته از بودن عثمان توشف نبودنش بهتر است ولی به هر حال باید این مسئله زودتر حل گردد با چنین بیمسئولیتی کار پیش نمیرود شما در این وظیفه کی را دیدن میخواهید حتما در کامنتر نویسید اکنون میگذاریم به خبری که چند روز اخیر در فوتبال کشور گپ چپ و سر و صداهای زیادی را به میان آورد شما شاید باور نکنید اما یک بار 13 فوتبال بازی دسته دوشنبه از دسته روی راست گریختند این در حالی است که آنها با دسته شرطنامه های عمل کننده داشتند در این باره نشریه گل تیجی در اینستاگرام خبر داد پس از صحبت با یک چند فوتبال بازان دسته که نامشان مخفی باقی میماند معلوم گردید که با آنها معاش را در وقتش نمیسپاریدند و شرایط خوب مهیا نمیکردند همچنین نباید فراموش کنیم که موسم دعوت به صف ارتش ملی آغاز گرده است و چطوری که در ما میگویند ابلاو سر شد بنابراین فوتبال بازان به روسیه فرار کردند یکی از نماینده های دسته در برنامه 90 دقیقه با بابو خالمروزاده در حقیقت ابلاو رو یکی از سبب ها نمید ولی به فوتبال بازان پرداخت نکردن معاش رو رد کرد روبریتی دسته دوشنبه همیشه به فوتبال بازان سر وقت معاش میداد من نمیدونم شاید اونو از خدمت حربی گریختند و یا شاید برایشان چیزی نمیرسید من تماما نمیفهمم ما این حال مشکلی کلان داریم اونو روبریت رو گو نکرده خودسرانه به روسیه گریختند یک بار 13 فوتبال باز ما نمیدونیم چمپیونات رو چگونه به انجام رسانیم دسته دوشنبه در حقیقت مشکلی های زیاد دارد در دوام یک موسم اینجا سه ترنر عوض گردید بالای این یکی از لگیونرهای دسته امیر میموری رو برای بازی کردن در شرکت بوکمیکری ابدا از فوتبال تاجیک خارج کردند اگر معاش را در وقتش میدادند این فوتبال باز چرا استفکه میموند فرض کردیم دسته دوشنبه در حقیقت معاش میداد معاش میونه فوتبال بازان 2500 است بسیار نفران از این هم کمتر معاش میگیرند 2500 سومونی خوب است یا اینکه 8000 سومونی معاش گرفتن در روسیه بغیر از این یکی از فوتبال بازان امیدبخش و جوانی تاجیک هم نیت دارد به روسیه برای کارکنی رود این فوتبال باز از دسته دوشنبه نیست ولی نامش را طوری که ما به او وعده کرده بودیم نمیتوانیم به شما خبر دهیم وقتی او به روسیه رفت بعدا میتوانیم به معلومات شما رسانیم این از حقیقت تلخی فوتبال تاجیک اگر شرایط نباشد پس این قدر تعریف و توصیف چی در کار است بهتر است چمپیونات رو ببندند و خود رو عذاب ندهند با ما هم فکرید اگر چنین باشد پس لایک گذارید تا بفهمیم که چند نفر طرفدار سخنان ما هستند با همین تا هم دوستان امیدوارم ویدیو امروز ما به شما پسند آمد و لایک خدمت به های خود رو گذاشتید با شما بودم من میرزا یورگایروف خیر